اومدیم با یه فایت فایت دوباره. از حسامی فیزی فیزی برامکس در مقابل حریفش جاستین جیمز برامکس از آمریکا. یه ویدیو قبلی ساخته بودیم راجع به مسابقه جنگ احمد سهیل حسن‌زاده در مقابل حریفش همین جاستین جیمز که قراره به زودی اتفاق بیفته و بچه‌ها گفتن این مسابقه ایه که اتفاق افتاده قدیم و ما اگه اون ویدیو رو دیده باشین نتیجه این ویدیو هم میدونید چی دقیقاً. ولی خب حالا نمیگیم لو نمیدیم، میریم ویدیو رو با هم دیگه خیلی سریع میبینیم. میبینیم و حتما قبل از اینکه بریم ممنون میشم برای حمایت ما لایک و کامنت و ساب بکنید که از صمیم قلب ما خوشحال شی. Let's go. این فایت توی سازمان سوپر فایت لیگ هند که برای بکس عبدالعظیم بدخشی هم توش فایت کرده. رکورددار رو داریم میبینیم چرا اینجوریه. رکورد زده یه. اصلا تازه شروع کرده بوده. خیلی مبتدی بوده. استارتش بوده برای بکس 24 ساله اون 28 ساله. اون 11 تا ببین موقع چقدر جوان بوده که 28 سالش بود. آره. الان 35 سالشه جاستین. 27 تا فایت تازه الان 11 تا بود. اوه. خیلی الان اصلا میبینید تجربه سمی اینجا خیلی کمتره نسبته به حالا نمیدونم چرا عبدالسمی ولی نوشته حتما اول ولی بوده نه خب فیزی فامیلی اصلیشه ولی خب شاید یه تو پاسپورتش اینجوری دادن تاتوی خوشگل رو میبینیم یه دونه فایت داشته یه دونه هم برده بچه و نمیشه بگیم تو اون زمان رکورددار بوده یا با تجربه ایل فایتر باحالی هم هست آره رفیق شیشه وایدار نژند شبیه شمس کوچولو آره اینا توی مثلا جیم با هم دیگه تمرین می‌کردن برای عکس هندی ها داری می‌بینی او مثلا زیبا اینا قیافه شبیه جیسون استاتامه آره حالی من مناطق معروف حتی بچه‌ها بویکار ما نشه بگیم آمریکا نشون از این آره اصالتش می‌دونی از این اسکاتلندیه آره ولی خب چون تو هالیوود ما آمریکاست ما نوشتیم آمریکایی که دیگه نه نه اسکاتلندی نیست اسمش اسکاته نه وای اسکات از اسکاتلند میاد دیگه آره خب اسکاتیش این رفیقمون هم ببینیم عین جیسون استاتام قدش هم کوچیکه چه قد بلندی هم داره سمی واقعا یه قد پرفی 184 اصلا تو این سازمان بدخشی هم فایت داشته آره ساشا شرما بود که بود با زانو زد بعد ناک‌اوتش کرد فایت جذابی بوده راند 1 رو بریم داشته باشیم ببینیم چیکار کرده سمی فیز ما تقریبا هم اصول حسن زاده رو حساب کنیم هم قد دو قواره آره سمی فیزیه یه جوری استایل و داستانشو مثل همه ولی خب علاوه خشن بودن فکر کنم اماسایلی هم خشن‌تر لتس گو استایل میخوره تاچ گلافز شروع میشه واو واو فایتی چیده من نمیدونم جاستین جیمز اینجا تو این سازمان هندی چیکار میکرد چه کوچولو تو این سازمان آره نه کلا همینه قدرش یه روش نکرده دیگه 28 سالی بار در حال محک زدن پا به پا کردن خب از بدنی بدن سازتر شده آره رو بادی بیدنی یه جب زد چکه اولا سمیر یه نایکیک یه دونم دوباره اوور رفت که جا خالی داد چه حرکتی چه خشن رو به سمتش به نفع جاستین شد ولی هرچه. آره جاستین رو من روی کار یه سری پانت ها چپ و راست داره اجازه نمیده اجازه پانت سری میزنه جاستین رد و بدل میشه پاشو لاک کرده دستم از اون سمی گرفته که این مش نزنه چقدر فاید یوهوس اتکی شد یوهو رفتن تو هم آنچای پشت سر هم از جانب جاستین جاستین آمریکایی سمی قفل شده قشنگ توی این پوزیشن کار خاصی در حال حاضر نمیتونه بکنه پارو انداخت قلاب کرد گردن رو گرفت یه پانچ اوه فیستای فیستای از رای نزدیک آره فیست مثل مشت بروسلی بود از رای نزدیک بود مشت نزدیک خب داره سمی رو بلند میکنه میبره یکم اون برتر میخواد بلند کنه نمیتونه دست میخواد در بیاره دستشو قفل کرده آره دستشو اگه نگیره پانچ میزنه سمی سیاست خاصی برخورداره و آره آره کنم داره سعی میکنه بلند شه پانچیو نمیده او یه پانچ محکم زد یه پانچ دیگه زد به فیزی الان گارد گرفت از هر فرصتی استفاده میکنه برای پانچ زدن جاستین آمریکایی خیلی معروف تجربه داره بچا 11 تا فایت داشته و قدرت بدنیش اجازه نداد یاری نکرد و الان توی پوزیشن خطرناکه جاستین و سمی خیلی سریع از فرصت استفاده کرد سریع رفت که پانچای پشتی چه گردی میگیره دیدی از کجا دید گردن رو گرفت از کجا دید گرد گرفت با حرفه ای هم دیگه اینا تو هر پوزیشنی حرف برای گفتن دارن
گردن و لاکب در رفت در رفت لعنت بهش در رفت یوها این ماهی پرید وگرنه اگه میومد رو زمین و میگرفت تموم بود. اوه خودش رو آزاد کرد. درسته قدش کوتاه‌تره بچه ها، ولی مثل ماهی لغزنده هست، اجازه نمیده در دستان سمی بمونه. سر خودش رو از اون قلاب آزاد میکنه و شروع میکنه مثل همین الان که داری میبینی به پانج زدن. نمیشه بگیم تا اینجای کار از حق نگذاریم، کار دست جاستین آمریکایی بود. ولی سمی هم خوب ظاهر شده واقعا نسبت به این تجربه که اون موقع داشته. پشت سر هم داره پانچ میزنه، اون از اون داره میزنه، این از اون ور داره میزنه. سمی هم از اون ور فیست میزنه و البو، و جاستین زرنگی که میکنه عقب وای میسه که این اینا نخوره بهش. ببین دستم دوباره مجدد لاک کرد. آره دیگه یه تقریبا تمامه، یه استراتژی داریم باحالی داره. پانچ به پهلو سمی، البو میخواد چند تا اجازه نمیده با کلش، اجازه نمیده البو بزنه. کله نورانی خودش میاد به سمت عبدالسمی فیضی، دستو دوباره سمی میگیره، ولی یه دستو که میگیره اون دستو سری در میاره و یه پانچ خرج میکنه. جاستی دم سمی گرم، واقعا جاستین رو به چالش کشیده بچه ها تو این راند. یه چالش خیلی خفن هم برای سمی بوده هم خب برای جاستین. آفره، ولی خب اگه دقت کنی بیشتر داره ضربه میخوره، امتیاز منفی به دست میخوره. الان فرصت مناسبی برای آزاد کردنش. سری در میاد، دوباره همون اتفاقی که چند دقیقه پیش افتاد و میفته، دستش رو به قفس گره. الان همه چی بستگی به قدرت بدنی جاستین داره که نتونست سمی رو از جای خودش بلند کنه. دستش رو به قفس گره. اینا خطا، یه خطا، یه فال زد. فکر کنم بیشتر از چند تا فال بزنن بچه‌ها، یه حالت کارت قرمز چیزیه، یعنی میدونی فکر کنم همین فایت بوده بچه‌ها. بزن ببینیم، امیدوارم که این فایت نباشه. ببینیم چیکار میکنه در حال مگ زدن دو تا چپ پانچ. یاپر یوهو استایلش بوکسری کرد، یوهو استایلش بوکسری کرد، نشه بر زمین کرد جاستینو. جاستین هوله شد بر روی زمین، آره پاشو گرفته. وای چرا سمی داره قفس میگیره؟ اشتباه میکنه، جوگیر شدی و خودش قره شد. ولی چه استایل بوکسری اومد تو کار دیدی لحظه. دوباره کشوندش اینور، فکر کنم دوباره بازی متوقف کرد. وایسین اینور، بازی تموم شد. وای به همین دل... چرا نباید به بازی خوب ران تموم شده؟ ران نه تموم نشد، خطا کرد دیگه. بیشتر از دو بار خطا بکنی چیز میشه. یه بار که اون قسمت جاستین خواد بلندش کنه، دستش گرفت قفس. آره خب ببین الان دوباره یک بار دیگه هم اینجا اومد پاشو جاستین گرفت برای اینکه نیفته، خودش رو نگه داره. ببین اینجا دستش گرفت قفس، دست چپش رو نگاه کن. آفرین به صورت غیر چرا این حرکتو کرد؟ ببینی یه عادتش شد، حواسش نیست، انگار غیر ارادی. آره وای بابا فایده داشت خوب پیش میبرد، یه چه پانچه آپرایی زد. چرا این کار رو کرد؟ ولی واقعا بعید این حرکت، بیمزه شد یه لحظه بازی. آره اصلا فایت اینجوری برنده بشی اصلا مزه نداره. فیلم بردارا داره از کجای جاستین میگیره اینجوری شلوار یارو، نه اینجوری پهن میگیره. عبدالعظیم بدخشی هم میبینیم اینجا بوده. میبینی عبدالعظیم بدخشی داره آب میده، لسوانشو در میاره، یکی از حامیای عبدالسمی فیضی بوده. چه شانسی آورد جاستین اینجا، واقعا فایت جذابی بود. و البته فایت هم دستش بود، آخر کار سمی اصلا یکی دیگه شد. کل تماشاچی های هندی ها داری میبینیم که یه سریاشون خوشحالن، یه سریاشون در شوک فرو رفتن. آره که چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا یهو بازی از این هیجان یهو افت کرد تموم شد؟ چرا؟ خطا بچه ها، خطا بدترین چیزیه که اتفاق میفته و واقعا این... چیزا نمیشه بگی دیگه. آره دیگه برد، دیگه برد جوان مردانه هم بود تازه. چرا؟ چون خطا کرد دیگه، قانون بازی اینه که خطا نکنی. الان شاکیه. ببین این عبدالسمی اصلا باید یه جوری همش حق بدیم. خب این اولین فایتش بوده، در واقع دومین فایت پرفشنالش بوده و همونطور که دارم بهتون میگم دو تا فایت داشته و دو تا فایت نسبت به نه با این دو تا بوده، با این نه آره. این یکی میشه، نه دیگه یه دونه فایت کرده بوده که برده بوده، این دومین فایتش بوده که اینجا باخت. شو در واقع دو تا فایت و
و تجربه نداشته میدونی اون قوانین اون سب فایتی که مثلا تو افغانستان اون موقع انجام میدادن خیلی فرق داره با سازمانی که مثلا حالا یه ذره لولش بالاتره. اون سازمانی هم که توی افغانستان سازمان معتبری هم میشه بگی اونقدرها فرق داره. آره. و هر فایتری حتی فایترهای مثلا مبتدی این موضوع رو میدونن که اشتباس دست میگیر. آره. به قفص. آره بعد این قوانین ولی بدونن. این حرکت از روی غیر عمدی بود، یعنی اینجوری نبود که احساس. آگاهانه بدون این کارو بکنه، غیر عمدی بود برای اینکه کنترل خودش حفظ کنه نرفته زمین. سه بار این حرکتو انجام داد، من توی فاد دیدم. آره دیگه یعنی اینا نشو. ولی خب این حرکت یه حرکت فول بود و به خاطر این داستان باخت. و اگه بخوایم واقعا این پروسه براند اولو دقت بکنیم، یه بخشش که دیگه ایستاده شد اصلا سمی دیدین که چند تا پوینت زد و تک داون کرد. ولی حالا لازم به ذکر این موضوع هم اشاره کنیم که این باختی که داشت باخت مثلا آبرومندانه بود، چون نباخت، به خاطر خطا باخت. آره خطا. به خاطر شکست نباخت. و حالا بچه ها این فایت در مامار 6 سال پیش بوده، عبدالسمی فیزی یه فایت هم در پیش رو داره با حریف کانادایی، اون حریفش هم همین جوریه ولی قوتش بلندتره. آره. یا ریشو اینجوری کرده و این داستانش هم همین جوریه و خیلی وقت فایت نکرده عبدالسمی فیزی. امیدوارم که افت نکرده باشه، امیدوارم که لذت برده باشید و توی کامنت ها ما رو شاد کام کنید. دنیا به کام. ویدیوی عبدالعظیم بدخشان ببینی که تو همین سازمان بوده. حتما تو همین سازمان ببین این سازمان برکت داره. کتلت کرده. این سازمان پر هیجان حرفایی توش بوده. آره برید ببینید. برید ببینید اونجا میبینم تون دوستتون. یه بوس بکن. دوستتون ببینید. یه بوس بکن. خدافز. خدافز. خدافز.